با سلام، من درساره هستم. ادامه بحث بانک اطلاعاتی رو در خدمتتون هستم. تا جلسه قبل ما ارتباط بین جدول ها رو در قسمت ریلیشنشیپس برقرار کردیم و در مورد ریفرنشال انتگریتی، آپدیت ریلیتد فیلد و دیلیت ریلیتد رکورد صحبت کردیم. هر جایی هم که به نظرتون لازم هست که ما این گزینه ها رو علامت بزنیم، با توجه به نیازتون گزینه ها رو علامت بزنید. مثلا اگر لازم هست که با تغییر دادن کد تیچر آپدیت بشه اطلاعات توی مارک، گزینه کسکید آپدیت رو علامت بزنید. اما چون من گزینه تیچر رو فیلد کلیدی رو از نوع اتونامبر انتخاب کردم و اتونامبر قابل ویرایش نیست، من این گزینه رو علامت نمیزنم. کاری که انجام دادیم این بود که جدول ها رو هم اومدیم پر کردیم با یه سری اطلاعات، دانش آموزان بیشتری رو وارد کردیم، در جدول تیچر هم اسامی بیشتری وارد کردیم و همچنین برای دانش آموزان نمره وارد کردیم. نکته که جلسه قبل در موردش توضیح دادیم ایجاد کردن فرم بود. اما ما میتونیم در واقع وقتی فرم ایجاد میکنیم، برچسبای ما برچسبامون در واقع فارسی نیستن. برای اینکه برچسبا فارسی بشن لازم هست که جدول هایی که ایجاد کردیم رو ویرایش کنیم و تک تک فیلد ها خاصیت کپشنش رو تغییر بدیم. مثلا برای تیکو کد معلم یا کد تعبیر بنویسیم. بعد از اینکه اطلاعات رو ویرایش کردیم، ذخیره می‌کنیم و جدول رو می‌بندیم. حالا اگر برای این جدول تیچر یک فرم دیگه ایجاد بکنیم، روی گزینه فرم رو کلیک کنیم، می‌بینیم که در واقع لیبل‌ها به فارسی نوشته شدن. اما فرم ما راست به چپ نیست. برای اینکه فرم راست به چپ بشه، حالا من اینو ذخیره نمی‌کنم. برای اینکه فرم راست به چپ بشه باید بریم توی تنظیمات Access Options. توی این تنظیمات در بخش ما میتونیم در واقع جهت سفر رو راست به چپ کنیم. انشالله پیدا کنیم. قسمتی هست به اسم Default Direction. چون در واقع با توجه به ورژن اکسستون ممکنه این گزینه ها در لینک های متفاوتی باشن، بگردید توی گزینه ها. حالا برای من در قسمت Client Settings هست. قسمت Default Direction گزینه Right to Left رو انتخاب میکنم و OK رو انتخاب میکنم و بعد میام دوباره، یعنی حتما باید مجدد فرمتون رو طراحی کنید. جهت راست به چپ میشه و شما میتونید به این ترتیب جهت فرمتون رو راست به چپ کنید. خب فرم رو ذخیره میکنم و در اینجا ما یه فرم به اسم FRM Teacher داریم و میتونیم هر وقت لازم داشتیم اطلاعات در واقع دبیر رو اضافه کنیم، در این قسمت میتونیم اون اطلاعات رو وارد کنیم. این مبحثی بود که از جلسه قبل باقی مونده بود در زمینه فرم و راست به چپ کردن در واقع فرم ها. امیدوارم این درس براتون مفید بوده باشه. تا درس بعدی، خدا نگهدار.